گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روی روز دوشنبه است و سیوم از ماه اپریل. عزیزم بفرمایید، روی هموطن از ایران روی خطن. جانم بفرمایید. الو، اجازه بفرمایید صدا تلفن کم صدا تلویزیون. بله صدا تلویزیون کم میکنم. من جونم بگو. شدیدن از طرفدارای شما و از شجاعت شما و از دانش شما شدیدن تحت تاثیرم. اما باید در نظر گرفت که شرایط زمانی که رضا شاه کبیر به قدرت رسید، شرایط جدی زمانی بله شرایط سیاسی بله باید از نظر گذرون که ما یه مملکتی داشتیم که در حال متلاشی شدن بود. در واقع با دیکتاتوری رضا شاه ما تونستیم انسجام پیدا بکنیم. یعنی اون شرایط اوائل جنبش مشروطیت باعث شد که یک قسمتی از ایران ناامن بوده ناامن‌تر بشه. یکی خوانین در به قدرت رسیده بودن از طریق ارزم بزرگتون مجلس، یه سری هم که مسلح کرده بودن خودشونو. بله حکومت مرکزی قدرت آنچنانی نداشت. قبول دارم، درست فرمودید. نیاز تاریخی بود که یه مردی به قدرت برسه و مملکت رو جمع جور کنه. استاد بله بله عزیزم، حرف منه. هر دیکتاتوری نمیتونه این دیکتاتور بد باشه. خب اگر ما شرایط زمانی رو مکانی رو در نظر نگیریم. بله بله فرمایشون. مطلب دیگری ندارین؟ نه متشکرم استاد. قربونتون برم. خیلی مرحمت کردی برادر. اجازه بدید خدمتتون جواب بگم. قربون شما. خیلی خیلی لطف کردین، وقتتون رو گذاشتین، زنگ زدین. عرض کنم با توجه به این که خب رژیم خیلی دوست نداره کسی زنگ بزن. عرض شد که درست میفرمایید عزیزم، مطالبی که گفتین درسته، اما فراموش نکنیم. درست میفرمایید، یک مرد مقتدر آمده در یک روزگاری که واقعا حکومت لرزان بوده. حالا من یک نمونه میگم خدمت شما. فرمودید بی نظمی اینها، درسته. یک روزی مصطفی الممالک میگن آقا این دوزا بیرون از تهران، مردم جرأت نمیکنن تا قم برن، دست میکنه در جیبش و یه مبلغ پول میذاره روی میز. گفتم همه اینا رو خدمتتون که آقا پول بگذاریم بریم بازار اسلحه بخریم با دزدا مبارزه کنیم. خب اون کسانی که بودن، اون رجالی که در اطراف ایشون مبلغ پول گذاشتن، رفتن تفنگ هم خریدن. به مزدی که دادن به افراد، دزدا این تفنگا رو از اینها گرفتن، غارت کردن بیرون از تهران. درست میگین، خیلی خیلی ضعف بود. رضا شاه کارهای بسیار بسیار خوب انجام داده. در واقع چهره ایران در طول پادشاهی رضا شاه است که دگرگون شده. ما همینا رو می‌دانیم، اما لازمش دیگه کشتن سر حسن مدرس و خفه کردن سردار اسعد و نمیدونم کتک زدن لگد تو شکم تیمورتاش و از اون کارها. حالا من نمیخوام دوباره مطلبی بگم که شما ناراحت کنم، اما دو جنبه داشته. ما باید تحمل اینو داشته باشیم که بگویم آقا یک مردی بوده مثل رضا شاه، آمده این کارها رو کرده، در کنارش این کارها رو هم کرده. گرفتار اینجاست که ما چون امام رو معصوم میشناسیم، یه چیزی رو بایستی کامل و جامع بپذیریم، طرفدار کمال هستیم، یا یه کوچکترین چیز تحمل نمیکنیم. مثلا در باب سعدی که سخن گفته میشه، یعنی آدمی مثل سعدی در هیچ فرهنگی نیست. آقا این همون سعدی نیست که گفت که نمیدونم ای کریمی که از خزانه غیب نمیدونم چی گبر و ترسا وظیفه خورداری، پس بنابراین سعدی رو بنازمش دور. آقا یک اثر ادبی عظیم کار سعدی، این بین جلد از جلد جلد سعدی یک شاهکاری است. اونجا دو سه تا کلمه به این وجه داره. مقصودی که ما تحمل باید یاد بگیریم که در باب گذشته بتوانیم نقد هم بکنیم. آقا یه چیزی هم بگیم کامل و جامع. از آسمان که چیزی نیامده که، همه ایراد داشتن. بنابراین اون چه به دست آمده همین مدرنیتی بوده، نمیدونم راه کشیدن ها، نمیدونم دادگستری، خیلی اقدامات باز کردن دانشگاه، موضوع خوزستان، اینا همه جنبه های خیلی درخشان حکومت رضا شاه بوده. اما در کنارش چیزهای دیگری هم بوده که لازم نیست ما اونها رو از ملت پنهان بکنیم،
که بگوییم که خب یه چیز کامل و جامعی بوده، هیچ نقص هیچ عیبی هم نبوده، نه چنین چیزی نیست. یه کارهای هم میشده که نبایستی بشود. در واقع رضا شاه که خود بر اثر رأی مجلس حکومت موقت رو تحویل گرفت، یعنی پادشاه موقت رو، در دوره ششم، در دوره تقنینیه به قول قدیمی های ششم، همه وکلا دستین خودش آورده بود در مجلس و در واقع مجلس کارگزاران دستورات ایشان بوده. اینا اشکال ما از اونجای شروع شده و به این درکات این نکبت فرو افتادیم که قوانین مملکت زیر پا رفته و بیان آزاد تعطیل شده و فرایند سیاست تعطیل شده برادر، و در واقع سرچشمه تولید رجال که نگهدارندگان این کشور میباستی میبودند که مجلس بوده تعطیل شده و روزنامه هاست که تعطیل شده. عزیزان مشکلات ما از اونجاست. این است که ضمن بررسی کارنامه یک مردی مثل رضا شاه ما باستی پنهان نکنیم کارها و خدماتی که مرد انجام داده و پنهان نکنیم مشکلاتی که داشته. حالا یه پیر مرد نمیدونم 70 چند ساله ای مثل سید حسن مدرس که فرستادنش در دورترین نقطه خراسان حالا ضرورت هم نداشته دیگه، میمرد خودش رو که حالا دو نفر ما بفرستیم رو خفه بکنن بانم دست بید. یا مرد به سردار اسعد یا تیمورتاش یا داور یا نمیدونم میرزاده عشقی، اینا یه چیزایی به دست آوردیم، یه چیزایی از دست دادیم. اون چیزی که از دست دادیم گرانبهاتر بوده از اون چیزی که به دست آوردیم. شما در فرایند قانون و عزم ملی هست که ما به یه جای میرسیم، نه اینکه یه نفر بیاد برای ما کار انجام بده. تا کی قراره بنشینیم؟ خب آخوندام دارن کار انجام میدن، خب پس چرا نالانیم از دست اینها؟ چهره ایران دگرگون نشده در زمان این آخوندها؟ شده؟ این همه جاده و راه و کارخانه های اتومبیل سازی و موشک سازی و اتم سازی و نمیدونم آلومینیوم نمیدونم چی فلان، شاهراها و ترامواها و نمیدونم چی، این همه دانشگاه، پس چرا ما شکرگزار آخونده نیستیم؟ به جهت این که سیستم استبدادی، مردم در صحنه نیستن، این کلید کاره. بنابراین ما راهی نداریم عزیز من، راه آینده جز حاکمیت مردم راهی نیست. منتظر نباشیم که دوباره یک کسی بیاد یک چوبی برداره به قول خودشون ما رو آدم کنه یا برای ما تصمیم بگیره یا بودجه های ما رو جابجا بکنه. واسه دست ملت باشه، نمایندگان ملت، همون چیزی که در مشروطه پیشنهاد شده بود. بله درست میفرمایید، مملکت لرزان بود، رجال هم بی عرضه بودن، کم عرضه بودن و این اتفاقات افتاد. اما ببینیم اون چیزی که ما به دست آوردیم که سر جاش، ولی به چه دلیل به این روز افتادیم و آیا طریق استبداد طریق آینده است، اینا سوالات مهمی است باید بتونیم به جواب بدیم. یک دموکراسی خیلی ضعیف لرزان انجام کارش حتما بدانید درخشانتر از یک دیکتاتور خیلی مقتدر است که بیاد خیلی کارهای قولاسا انجام بده و نمیدونم برج‌های بلند بسازه و از این جور که میکنن این کار. این دیگه تجربه تاریخه، این دیگه حرف من نیست. یعنی در این بوته آزمایش تاریخ ما چند هزار سال تاریخ استبدادی داریم، یه 200 سالی هم هست که تاریخ آزادی و دموکراسی داریم. مردم ایران رو هم این رو هم درک کرده بودن در عصر مشروطه، قبل از مشروطه، که باید این حاکمیت قانون باشد. این حاکمیت قانون که ابتدا به میان آمد یعنی همون حاکمیت مردم، در واقع مردم قانون گذاری میکنن. اینها داستانهایی است که ما باید بهش توجه کنیم و در واقع ذهنیت خود را آماده بکنیم و به بچه ها هم بگوییم که آقا چیزی به عنوان دیکتاتوری که خیلی خیلی مشعشع ما نخواهیم داشت، نبوده در تاریخ. سرانجام
یه چیز شده، اتفاقی افتاده، یه مملکت از دست رفته، یا جنگ شده، یا همواره یه عده در زندان هستن. در سیستم استبدادی همواره یک عده زندان هستن. امنیت به معنی واقعی در دوره استبدادی نیست، نمیتونه، نمیتواند باشه، چون همواره مخالفان استبداد هستن. اینها رو باید گرفت زندان کرد. خب بله، حالا مستبد چیکار میکنه؟ زیر عناوین مختلف اینا رو زندان میکنه. میگه نمیگه که آزادی خواهان رو گرفتم زندان کردم. که آقای علی خامنه‌ای که نمیگوید که من این روزنامه نگاران چون روزنامه نگار بودن و به خاطر بیان آزاد اینا رو گرفتم، میگه اینها از من خائنین مملکت هستن. بنابراین اساسا مقصود مخلص خدمت شما در این 20 سال گذشته، نمیدونم 24-5 سال در دوازش هم داری بوده، این است که ما موضوع آزادی رو مطرح کنیم و جوانبش رو نگاه کنیم و مدل های مد نظر رو نگاه کنیم که ببینیم آقا آیا استبداد چیز خوبی هست؟ آیا ما با استبداد کارمون به سامان میرسد؟ خب نگاه کنیم به کره شمالی، کره جنوبی. دو نمونه خوب من خدمت شما میدم. یکی پاکستانه که حالا ادعای دموکراسی هم داره، میگوید من که من در واقع نیمه دموکراتیک هستم و مجلس داره و انتخابات دارم. هندوستان رو نگاه کنید، وضعیتش رو، اقتدارش رو، آبرو حیثیتش رو در جهان، که این لقب بسیار بسیار عظیم و شأن بزرگترین دموکراسی روی زمین رو با خودش میکشه، و پاکستان که همون مملکت هنده، همون مملکت هنده، در واقع همون مردمن، اومدن این سو اسمش گذاشتن کشور اسلامی، نمیدونم چی. و کره شمالی، کره جنوبی، امروز کره شمالی بدبخت‌ترین مملکت هاست به خاطر استبداد. شکم ها گرسته، کار نیست، آینده نیست، اطمینان به فردا نیست. فقط رهبر عزیز البته هست، رهبر عزیز. شما اگه زمزمه بکنید که مثلا مرغ سحر ناله سر کن، میگه آقا مت که چی میگی؟ مرغ سحر چی آقا؟ چی یعنی چی؟ آقا یه کمی دلم گرفت. دلت گرفته در زمان رهبر عزیز؟ ببره زندان؟ کار رو کرده؟ یه مش موشک هم ساخته، میگه یا به من پیاز بدین، نون، گندم، یا من این موشک ها رو میزنم سر ژاپن یا کره. کارش به اینجا رسیده، باجخوری، چاقوکشی. در حالی که اگر یه سیستم آزادی بود، خب مثل کره جنوبی دیگه، کره جنوبی ما ندیم چاقو بکشه از کسی باج بگیره. طوری شده که رژیم پربرکت اسلامی، شنیدم یک محموده نم چند هزار تونی برنج و این چیزا فرستاده برای اینا، چون رفیقن دیگه، این دوستا همو پیدا میکنن چاقو کشا.